هفت برق بدهی داره، 808 هم بدهی ته، 522 سوان هم بدهی گذاشت. قبضش اومده پرداخت نکردی، الان دستور قرض برق رو دادن، چیکار کنیم؟ مگه خود آقای وزیر بهداشت، مگه خود رئیس جمهور، مگه خود نمیدونم این هر کدوم از این سران مگه نگفتن برید خونتون کرونا اومده؟ منی که فریزر دارم پر بستنیه، منی که ماست و سوسیس و نمیدونم لبنیات دارم، من چه کار باید بکنم؟ اینو که نمیتونستم خاموش کنم برم تو خونم. خب بدون اون درآمد من اومدم اینجا. بفرمایید اینا هم یه چای میدادن عزیز، تایم به چه درد من میخوره وقتی من درآمدی ندارم؟ تایم رو میخوام چیکار؟ یک میلیون تومن دادن، این یک میلیون تومن هم صدقه دادن. بابا کشوری که این همه پول داره، نفت، گاز، فلان، یه مشت از خدا بی خبر، اصلا خدا رو چیکار داریم ما؟ یه مشت نیرز، یه مشت علاق، یه مشت نفهم دارن با مردم چیکار میکنن؟ بنده ای که رفتم خونه که به دستور خود دولت بوده برم خونه، الان باید بیام چه پولی رو بدم وقتی من درآمدی نداشتم؟ عزیز من شما رو من کاری ندارم، ماموری مزدور، ولی منم فلسطینی نیستم، شما هم اسرائیلی نیستی. مگه من با ملت غزه، مگه من با ملت نمیدونم، مگه چه فرقی میکنم؟ منم انسانم. چطوره که جمهوری اسلامی برای غزه، برای لبنان، برای سوریه، برای عراق مدرسه میسازه، نمیدونم بیمارستان میسازه، من یه تست کرونا برم باید 200,000 تومان پول بدم؟ نه آرزو چیکار باید بکنم؟ ببین شما تشریف داره داره بر اگر رئیس میگه من منظورم و مأمورم نمیدونم، اون یکی هم میگه، شورای شهر هم همینه میگه، امام جمعه هم همینه میگه، اصلا رهبر مملکت هم میگه دست من نیست. پس دست کیه؟ دست روسیه است؟ دست چینه؟ خب اعلام کنید که دست اوناست. بابا مملکت رو باید دادید. بازی من دیگه چیزی بود که باید به شما ابلاغ میکردیم، وظیفه هم بود من تا اینجا بهتون گفتیم. عزیز من با شخص شما مشکلی دارم. ما یه سربازی متوجه ای؟ ما یه سربازی دارم. این چشم نگو سرباز، باید بگیم نه، یه پولی داریم میگیریم، باید بگیم چشم. عزیز شما هم به شما من بیام که اینجا بگیم تو خمر رو جا به جا بکن، ما بازش پول بگیر، آدم چشم همین کار رو دارم اونجا میکنم، به شما ابلاغ بکنم. بگم آقا عزیز بذار یه چیزی بهت بگم، نه دنیا اونقدر شیرینه و نه آخرت و عقبا اونقدر تلخه، مرگ اونقدر تلخه که من بخوام شرف رو بذارم. آخه این که مأمورم و معذورم هم که حرف نیست. ببین من مثل خودتم، منم یه آدمم، اگه قرار باشه که نمیدونم اینجور، آخه پولی که نباشه شما اینا برق رو میخوای قطع کنی، خیلی خوب قطع کن، و من بیکار میشم، بعد بزهکار میشم، بعد باید دارم زن و بچه‌ام خرج دارم، باید دارم از چه راهی تهیه کنم؟ و من یک مخالف بر علیه دولت میشم. اگه تا دیروز موافق این نظام بودم الان دیگه نیستم، چون شما اومدی یک چیزی رو از من میخوای که ندارم، و اون چیزی که ندارم خود دولت گفته برو تو خونه بشین. همین الان هم با ترس و لرز من دارم میام اینجا کار میکنم از کرونا. حالا میخوای من صحبت میکنم اونجا؟ ببین اگه که بی وقت را داد ما یه حرکتی بکنیم. پس اقدامتون کو؟ بابا مردم دارن بیچاره میشن، مردم نون شب ندارن بخورن. من میگم وسیله بهداشتی برای خانومش طرف نگرفت. خسته شدم به خدا دیگه، نمیدونم چی بگم. انشالله آقا با انشالله ماشالله درست میشن. آمدن برق مغازه دار رو قطع کنن. پلیس ها فولاد شهر آتش زدن مزار گندم، آتش نشانی هم وایسته دلاته ممکن. اینجا مشهد، اینم نتیجه 41 سال حکومت جمهوری جهل و جور و فساد، اینم سرنوشت جوانای ما، متاسفم.